عزیزم ایران دارن زنگ میزنن. بله لطف بفرمایید با همون سری صحبت کن خانم. اگه اینجوری صحبت کنیم متاسفانه قطع میشیم، ما هم نمیتونیم باهاتون صحبت کنیم. اسم چینی؟ کشور عزیزم ایران. پدر مصطفی؟ بله. اما معجزه ها آقا داوود بودن که 13 سال کنابینا بودن. بله. به لطف خداوند و هفت استاد عزیز شفا پیدا کردن. بله. عبادت برای چی بودن که سرطان روز عبادت برای چی میخواد؟ سلامتی و آرامش. سلامتی و آرامش خدا مهربان. خانمم چرا تکرار میکنی عزیزم؟ چرا حواست به من نیست مگه نازنینم؟ جان؟ جانم. حواست به من نیست خانمم، حواست به من نیست. من امروز با اجازت عبادت برات ننویسم، دفعه دیگه اومدی حواست باشه به برنامه علمی عبادت عزیزم. آره گلم، خواهر گلم، حواست به تلویزیون نباشه نازنینم. سعی کن وقتی میای برای برنامه علمی عبادت با ما باشی، با ما باش، با نور خدا باش عزیزم. اگه برات مشکله بتونی چند دقیقه صحبت کنی، خیلی اون موقع برای ما مشکل تر میشه که بتونن برات عبادت انجام بدن. آره گلم. جانم بفرمی. سلام، خسته نباشید. مرسی عزیزم. جانم بفرمی. از کشور عزیزم ایران تماس میگیرم. کشور عزیزم ایران. بله. به چه اسمی؟ بله. عبادت به نام محمد مهدی، نام پدر غلام رضا. بله خانمم. از معجزات عبادت پنهان در شهر زاهدان، مادری که معلم هستن، فرزند ایشون معتاد بودن. بله. و ایشون به جای اینکه عیب فرزندشون رو پنهان کنن از همه فامیل کمک میگیرن و آقا خسرو 29 ساله به لطف پروردگار و هفت استاد گرامی و زحمات شما مینای گرامی شفای الهی شامل حالشون میشه. مرسی عزیزم. و فامیلا میگن که بله تا وقتی که شغل ایشون رونق نگرفته این پول نیازی نیست که فعلا برگرد. مرسی عزیزم، ممنونم از لطفت. عبادت برای چی میخوای گلم؟ برای برکت باشه. خدای مهربان برکت بیاره تو زندگیت. زنده باشی. خیلی متشکرم. مرسی. به خدا میسپارم. ممنون. خدا حافظ عزیزم. عزیزای من، گلای من، درباره سفر به شهر سوخته، البته شما سفر نمیکنی، ما سفر میکنی نازنینای من. و شما نازنینای من اصلا لازم نیست از خونه هاتون هم تا تکون بخورین نازنینای من، میتونید خونه هاتون باشید. و برای چی اینو عرض میکنیم خدمتتون؟ شما نازنینای من سرمایه گذاری میکنین برای شهر سوخته. حالا برای ما پیشنهاد شده که یه سری خواسته ها از شما داشته باشیم. به این دلیل که عزیزای من، گلای من، شما که سرمایه گذاری میکنین برای شهر سوخته، در نظر بگیرید که با نور الهی، با لطف پروردگار، چقدر هزینه گیرتون میاد. شما در نظر بگیرید این همه ثروت رو. خب نازنینم، تا هفت پشته که ما میدونیم با نور لطف خدای مهربان، استادای عزیز میفرماین کسی که سرمایه گذاری میکنه در شهر سوخته با گنجینه هایی که به دست میاره، تا هفت پشتش عزیز من، نه خوب، عالی عالی میتونه زندگی کنه. و عبادت دیگه ای هم برای هفت پشت انجام میشه که به طرف مواد مخدر نرن و سلامتی آرامش هم از نور الهی براشون میخوان. بس نازنینای من، گلای من، ما هم از شما عزیزا این انتظار رو داریم که وقتی به گنجینه ها دسترسی پیدا میکنید، کمک باشید برای هر کدومتون، مال هر کجای کشور عزیزم ایران هستیم، مالش هر شهرستان هستین، تهران هستین، روستا هستین، همه تون عزیزین بدون استثنا نازنینای من. ولی سعی کنید واقعا جایی رو اون موقع شما برای خودتون، نه برای ما سعی میکنیم تا اونجایی که امکان برامون هست بچهای خیابونی رو زیر پوشش داشته باشیم، تا اونجایی که قدرت پنهان عزیزم این توان مالی رو داره و میتونه، مطمئن باشید این کار انسانی رو انجام میده. و شما عزیزای من، شما گلای من، وظیفتون چیه؟ شما هم بشینید قبل از اینکه برای سرمایه گذاری اقدام کنید، پیش خودتون فکر کنید، بگید واقعا من مثال اهل تبریزم، مثال اهل شمال هستم، مثال حالا اهل عفاس هستم، بندر عباس هستم، هر جایی که هستی عزیزم، تهران هستی، فرقی نمیکنه. بشین پیش خودت فکر کن، بگو من مثال تصمیم میگیرم بعد این که به گنجینه دسترسی پیدا کردم، مثال 1000 تا بچه خیابونی رو زیر پوشش بگیرم.
به این دلیل که عزیزم نازنینم، تا حتی اگه کسی هستی که میگه خب من وقتی به گنجینه دسترسی پیدا میکنم نمیخوام که تو ایران زن.